Bien indagón, va majotabón gromí, va a tashmo bajair. Az dishab, bomborone, Esroil, az zamin va hawa bar guzargoe Rafa, agos shuda ast. 11 افسر اسرائیلی در خان یونس کشته شدند دیشب و امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران اعلام کرد که اسرائیل تا حال در جنگ 4 ماهه به هیچ هدفی که تعیین کرده بود دست نیافته است. منابع محلی گزارش کردند که اسرائیل از شب گذشته بمباران شدید رفه را از دریا، زمین و هوا آغاز کرده و ما به ارتباط قبلا پیش بینه چنین حادثه بودیم و بحث رفه را مطرح کرده بودیم در برنامه قبلی. ایتو فهمیده میشه که یک عملیات بسیار بزرگ در این منطقه انجام میشه و اینجا این بار پای مصر در میان است، حتی با تیارات آپاچی و پهپادا حمله کردن. این نقطه بسیار یک نقطه متراکم است، یعنی حدود 1,200,000 نفر آوارگان که از سایر مناطق غزه بر اینجا پناه آوردن تحت حمایت سازمان ملل متحد، یعنی در یک منطقه کوچک و حجم بزرگ انسانی زندگی میکنه. به همین خاطر تلفات بسیار زیاد است. حدود تلفات تا حال تا همین لحظه که خدمت شما من این خبر را میخوانم 100 کشته و 260 زخمی بر جای مانده و این بزرگترین قتل عام از زمان تجاوز اسرائیل به غزه است. او چیزی که تا حال در رفح و اساس گزارشات اولی آمده از این قرار است: 5 حمله هوایی صورت گرفته، بیش از 14 خانه یعنی پر از آدم ها و آوارگان هدف قرار گرفته، 3 بیمارستان هدف قرار گرفته تخریب شده، 3 مسجد به طور کامل ویران شده، قایق ها در ساحل دریا و در تأسیسات ساحلی همه از بین رفتن. بنابراین 100 کشته یک رقم تکان دهنده است و ما در ساعات آینده گزارشات به مراتب تکان دهنده تری را خبر خواهد شد. هنوز تعداد کشتهایی که در زیر آوارها باقی ماندن، یعنی افراد مفقود الاثر در زیر سقفهای افتاده مساجد و خانه ها معلوم نیست. و یک بیمارستان است در اونجا به نام الکویت، اونجا تانستن یک چند مجروحان و اجساد قربانیان را برسانند. حسین امیر عبداللهیان آله در بیروت است و شاید آلم در بیروت باشه یا دمشق رفته باشه حرکت کرده. یادم رفته بود مثل که پیشبین جنگ رفه بودن و در این حال پیشبین حمله ناگهانی اسرائیل بر لبنان هم هستند. بنان برای انجام یک رشته رایزنی ها اینجا رفته بود با فرماندهان حزب الله و مقامات ارشد حکومت لبنان هم دیدارایی داشتند که و قرار گفته خود عبداللهیان که گفتگوهای مهم و سازنده بوده. اما در اونجا یک حرف زد عبداللهیان، چند نکته مهم گفت. یکیش این بود که پایان جنگ در این نقطه در این منطقه پایان نتانیاهو و فروپاشی کابینه افراطی اسرائیل است. عبداللهیان گفت که اینا کوشش میکنن در جنگ کم آمدن شکست خوردن، میخوان مقامات امریکایی را قدرت امریکایی را به گرو بگیرن تا بر عمر خود بیفزاین، که البته این تعبیر درستی است و اگر امریکا کمی از اسرائیل جدا شود دیگه اسرائیل به این شکل عمل کرده نمیتونه. خب البته این کاخ سفید است که باید انتخاب بکنه که گروگان اسرائیل باقی میمونه یا بر یک راه حل سیاسی توقف جنگ و نجات منافع امریکا اقدام میکنه کدامش. تا حال اینا استمرار بر جنگ داره.
عبداللهیان گفت که اسرائیل به هیچ یک از اهداف اعلام شده خود دست پیدا نکرده. خب به همین خاطر اینا آخرین راه و چاره را در چی دیدن؟ که در اضمحلال تأسیسات نظامی و غیر نظامی در رفح. غیر نظامی را مزمل میکنن از زمین و هوا و دریا، که افراد عادی هستند، تأسیسات است، مسجد است، مکتب است، مدرسه است، شفاخانه است. اما تأسیسات نظامی را کسی نمیداند که اینا چه چیزی در انتظارشان است در رفح. ما هم نمیدانیم، اما حد زده میتونیم. چون حدس است فعلا ما او را شرح داده نمیتونیم. مقاومت و حماس به قرار گفته وزیر خارجه ایران نه درست عمل کردن و در این مسیری که میرن تا حال مسیر درست است. و چطور؟ به خاطر از اینکه اسرائیل فعلا قادر به جنگیدن در دو جبهه نیست. قدرت مقاومت لبنان و حزب الله برای اسرائیل بسیار یک تصویر ترسناک داره و ایرانیان میگن که ما توان بالای مقاومت لبنان به خوبی آگاه هستیم. اسرائیل هم چنین یک ذهنیت داره، فقط اینا دنبال کمک امریکا هستند، چراغ سبز که بر از اینا هر چی در اختیارشان بگذارن هجوم بکنن. نتانیاهو آله در حال دست و پا زدن و تلاش برای خروج از باتلاق غزه است و این تازه آغاز کار است. تاریخ، خب وزیر خارجه ایران مشخص کرد که تاریخ لبنان نشان میده که این کشور در خط مقدم حرکت مقاومت قرار دارد. دنیا لبنان از روی مقاومت میشناسد. خب البته این تعریف عبداللهیان است. در داخل لبنان اونجا یک حکومت عجیب و غریب است، حکومت ضعیف و بیشتر وابسته به عربستان و کسایی است که آدم های تکنوکرات هستند دیگه، بسته که با تشکیل یک دولت به نام حزب الله در داخل دولت لبنان و هم یک دولت نظامی، اونا همیشه ناراض هستند، هیچ موافق نیستند. به هر حال گیر افتادن در یک اجبار. وزیر خارجه ایران با رهبرای لبنان گفت که شما هر چی که فکر میکنید، که به هر حال لبنان اگر مقاومت لبنان نبود، یعنی حزب الله، امروز لبنان وجود نداشت. در این قسمت کاملا درست میگه. ما از جنگ های داخلی لبنان از 40 سال پیش، از 45 سال پیش بسیار چیزا به یاد ما هست. وقتی که حزب الله آمد دروازه را بند کرد، اسرائیل کشیدن، لبنان شد. اگر نه تا تمامی جاده ها و خیابان های لبنان خانه به خانه جنگ بود. سوسیالیست ها بود، فلانجیست ها بود، اون وقت سابق ما یادم هست. خب برحال ایره تاریخ لبنان میگه، نه ایران. و عبداللهیان میگه با وزیر خارجه انگلیس دیوید کامرون، ما گفتم که بیاین یک بار بعد از 75 سال اجازه بدیم که مردم فلسطین سرنوشت خود خودشان تعیین بکنن. خب البته با این گپا با گپ نمیشه. وزیر خارجه ای طور میگه، حرف معنایش ایست که بعد از 75 سال ای بار سرنوشت با زور یا برضا تعیین میشه. چرا؟ جنگ کلان کردن، منافع کلگی در خطر است، مجبور هستند که یک اجماع با وجود بیاید. از نظر ایرانی ها راهکار آرامش توقف جنگ در غزه است. خب ایره امیر عبداللهیان مسررانه میگه، اما آیا توقف جنگ در غزه، توقف جنگ در خاورمیانه هست؟ از نظر ما نیست. خاورمیانه فلسفه جنگیش تنها به غزه مثلا منطبق نیست. بسترهای این جنگ چندین محور است. اما خود حزب الله لبنان است، کرانه باختری است، سوریه است. خب البته اینا وزیر خارجه ایران اینطور میگه که همزمان امریکا باید کرنش کنه، عقب نشینی کنه. برعکس اینا در دو مسیر حرکت میکنن: تداوم ارسال مستمر جنگ افزارا به اسرائیل، مشارکت در نسل کشی و
سخن گفتن از راه حل سیاسی، دو چیز متناقض، و همین خاطر است که جنگ وارد یک فاز خطرناک خود شده. همزمان با بمباران رفح، گذرگاه رفح متصل است به مصر، سرحد مصر در خطر است. اینجا اسرائیلیا حال مصر قبایلی که ساکن جزیره سینا هستند در مصر، او قبایل بسیار جنگجو و خطرناکی هستند، همه اونا را مسلح ساخته مصر، که در صورت کدام جنگ آغاز میشه این قبایل است که به جان اسرائیلی ها بیفتند اول پیش از ارتش مصر، و این یک هشدار راهبردی به اسرائیل است. قبایل مثلا یک رهبر قبیله مشهور در سینا مسلح هم هستن، رهبرشان ابراهیم الارجنایی نام داره، اینا مسلح شدن آمدن حرکت، به اصطلاح حرکتشان به طرف گذرگاه رفح است. مصر اولتیماتومی که به اسرائیل داد، یعنی تهدید به فسخ قرارداد صلح در صورت حمله اسرائیل بر رفح. کدام قرارداد؟ قرارداد کمپ دیوید که در 1980 انور السادات و فشار فکر میکنم جیمی کارتر بود تو وقت اونا امضا، اولین تسلیمی مصر بود. بعد از اینکه مصر تسلیم شد، دیگه دنیای عرب به طور کامل خوابید، میگم رو ما فسخ میکنیم، حاجت فسخ اونا نیست، خود اسرائیل او را حالا فسخ میکنه، همین که بر رفح حمله یک جانبه کرده و فسخ شده. اصلا همین اوضاع عمومی که چند بازیگر خرد و کلان که وارد آوردگاه خاورمیانه شده، او قراردادهای قبلی را خود به خود اینها هستند که منسوخ میکنند. و مورد دیگه تشدید بالقوه است، مثلا لغو توافقنامه صلح میتونه منجر به حمله قبایل سینا و اسرائیل شه. عباس باز وقت دیگه هیچ چیز باقی نمیمونه که اینا دست بگیرن یا چیز جلوشان رو بگیرن، نه کدام نگرانی باقی نیست. خب در او صورت تبدیل به یک لبنان و سوریه دیگه میشه از این استقامت بر اسرائیل. اسرائیل میتونه خود نگاه کنه؟ خب این سوالات ماست. اگر خود کاملا اطمینان نمی داشت، این حمله که امروز برای انداخته دیشب انجام نمی شد. محاسبات اسرائیل غیر از محاسبات است که ما میگیم و یا کشورهای نظیر مصر و سوریه و ایران میگیم. خب این مگر مسلح کردن قبایل مصری تهدید غیر مستقیم و مستقیم به اسرائیل است؟ گسترش جنگ منطقی، ایجاد یک جبهه جدید جنگ پشت دروازه اسرائیل، چرا بسیار مهم است. خب پاسخ به تجاوز اسرائیل، اینا اگر اسرائیل ساکنان غزه را به سینا بکشه، آواره بکنه، بیرون بزنه، تخلیه بکنه، قبایل فلسطینی را اینا مسلح میکنه، سینا را به میدان جنگ تبدیل میکنه، اسرائیل تحت سلطه خود در میارن، به اسرائیل حمله میکنن. این چیزی است که اسرائیلیا، من نمیدونم که ایره میدونه یا نمیدونه، اما از نفس جنگ که ما میبینیم، برداشته که ما به عنوان کسایی که در طرف واقع نیست، برداشت ما صائبتر به نظر میرسه. چرا؟ به خاطر از اینکه کابینه در اسرائیل است کاملا، یعنی داغ از شقیقه هایشان، مغزهایشان داغ از تعصب. یاد ما باشه که آدم های متعصب همیشه داغ هستند و همیشه قضاوتشان نادرست است. متوجه هستید؟ خب حال ده ای دو هفته مصری ها 40 تانک و نفربر زرهی را به عنوان بخشی از مجموعه اقدامات تقویتی در امتداد مرز خود با غزه و شمال شرق جزیره سینا، مثلا اما صحرای سینا اعزام کردن 40 تن نیروی مصر. خب یاد ما نره که مصر
در یک قسم حالت خاص بدون تردید با روسیه، با ایران و با خود امریکا در تماس است. نیروهای مصری قبل از اینکه اسرائیل عملیات خود گسترش بده تا رفح و در مثلا مستقر شوند و خط تعهدات بر هم بزنند، میتون به نظر میرسه که اینا به مصالح سازی قبایل سرعت بدن و ارتش مصر خود آماده یک مقابله شدیدتر بکنه. آیا اسرائیل این چالش را به جان میخره؟ یعنی داوطلبانه پیش خرید میکنه این خطر دیده شود. چارلز لیستر مدیر برنامه سوریه در مؤسسه خاورمیانه، این آدم گفته که اطلاع داده یک منبع معتبر است، گفته سخنگوی ارتش اسرائیل در پی حادثه سنگین و سختی که امروز در خان یونس رخ داده چی شده است؟ میگه ساعت 6 صبح اعلامیه تأسف باره بر اسرائیل البته اعلام شده از طرف اسرائیل، که البته برخی منابع تا حال تایید نکردن. خود برحال تا همین لحظه اعلامیه تأسف بار که پخش شده حداقل نشان میده 11 افسر و سرباز اسرائیلی در یک کمین به وسیله فلسطینی ها در خان یونس کشته شدند و به می ترتیب کانال 13 اسرائیل خبر داده که قبل از اینکه هجوم مرگبار بر رفح آغاز شود، جو بایدن در تماس تلفنی با نتانیاهو نگرانی شدید خود نسبت به عواقب این تهاجم ابراز کرده است. به می ترتیب جنگ در سایر بسترها تک و توک و شکل پراگنده دوباره از سر گرفته شده. روسی ها به پرتاب موشک و پهپاد ادامه دادند. 4 موشک از مناطق مختلف شلیک شده که همگی به طرف باب المندب و خلیج عدن بوده است بر سر کشتی ها. و گزارش حمله پهپادی انتحاری یک طرفه هم به پایگاه گشتی امریکا در میدان نفتی العمر در شرق سوریه انجام گرفته از طرف کتایبای تحت فرمان ایران. تلفات و خسارات روشن نیست، اما چیزی که روشن است ایست که 6 نفر از نیروهای سوریه دموکراتیک یعنی SDF در شهرک الشعفا اما کردو است که متحد امریکا هستند، در پایگاه امریکا اونا را کمک میکنه اونجا در حومی البوکمال در شرق دیر زور. اونجا اونا 6 نفر کشته شدن. این کسایی که کشته شده توسط هستای وابسته به گردانهای مقاومت ایران است. ای بود تا این لحظه تازه ترین وقایعی که در منطقه جنگی اتفاق افتاده بود و در نشرات صبح آمده بود.